اعتراف وزیر اطلاعات جنایتکار رژیم به دستگیری 116 تیم مجاهدین. درگیری جوانان در ورزشگاه سهند با نیروی ضد شورش رژیم. پاکستان رد امضای توافقنامه آزاد تجاری با رژیم. وزیر اطلاعات جنایتکار رژیم در جمعه بازار تهران اعتراف کرد که در سال گذشته 116 تیم مرتبط با مجاهدین را دستگیر کرده است. در یک سال گذشته با 114 تیم تکفیری، 116 تیم مرتبط با منافقین، 44 تیم ضد انقلابی، 380 تیم قاچاق مواد مخدر برخورد شده و عملیات 188 تیم عملیاتی خونسا شده. سخنگوی مجاهدین گفت دستگیری های سال 97 که آخوند خونخوار به شمه از آن اعتراف می کند بسیار بیشتر بوده است. سردشخیم اطلاعات رژیم عمدن دستگیری های اطلاعات سپاه را از قلم انداخته است. اکنون رژیم باید حساب یکایک دستگیر شدگان را پس بدهد. قدرتنمایی دیرهنگام پس از لیست‌گذاری سپاه دیگر اثر ندارد. خانم رجوی از دبیر کل ملل متحد، شورای حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواست در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیری‌های یک سال گذشته هیئت‌هایی را برای دیدار با دستگیر شدگان و بازدید از زندان‌های رژیم تعیین کند. رژیم باید اسامی همه دستگیر شدگان را منتشر کند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین المللی گردن بگذارد. بعد از ظهر روز جمعه در جریان بازی دو تیم فوتبال در ورزشگاه سهند تبریز، پس از پایان بازی درگیری گسترده‌ای بین جوانان و نیروهای سرکوبگر رژیم تحت عنوان نیروی ضد شورش در گرفت. در جریان این دستگیری، نیروی جنایتکار ضد شورش رژیم با گاز اشکاور و ماشین آبپاش به جوانان حمله کرد و عده‌ای از آنان را بازداشت کرد و به محل نامعلومی منتقل نمود. Freedom restored to the people of Iran almost immediately. So, you know, regime change is what we are actively seeking, and the only organization is the NCRI that can effectively. استران استیونسون، هماهنگ کننده کارزار برای تغییر در ایران، در مصاحبه تلویزیونی فریدم وایس درباره کانونهای شورشی گفت: تغییر رژیم چیزی است که ما فعالانه به دنبال آن هستیم و تنها سازمان موجود شورای ملی مقاومت است که قادر است به طور مؤثری این را برقرار کند. آنها واحدهای زیادی دارند که به صورت زیرزمینی در داخل ایران فعال هستند. اگر دستگیر شوند مطمئناً با شکنجه و اعدام روبرو خواهند شد. لذا شما یک ارتش عظیم از فعالین را در ایران به صورت زیرزمینی دارید. این برای من نقطه تغییر است. این نقطه ای است که دیکتاتورها در هم می شکنند. دیکتاتورهایی که حتی حاضرند در پاریس بمب‌گذاری کنند که در قدرت باقی بمانند. به دلیل احتمال وقوع مد در اروندرود و کارون، از روز شنبه و به مدت 3 روز در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام شد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، از روز شنبه تا سه شنبه احتمال افزایش حجم آب در اروندرود و کارون و وضعیت مد و بالا آمدن آب پیش بینی شده است. بنا به این گزارش، 13 روستای شهرستان خرمشهر به دلیل قرار گرفتن در ساحل رودخانه جزو مناطق پرخطر هستند. عبدالرزاق داوود، مشاور امور بازرگانی نخست وزیر پاکستان گفت پاکستان توافقنامه تجارت آزاد را با رژیم ایران امضا نمی کند. وی گفت پاکستان در موقعیتی نیست که با توجه به موضع شدید رئیس جمهور آمریکا خواستار معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران شود.